یعنی ما حتی منتظر نمیشیم سال آینده بریم مثلا وکیل مالیاتی خودمون رو انتخاب بکنیم و حسابدار خودمون رو اون وکیش. نه، حسابدار 3 ماه وقت داره از اول ماه ژانویه تا 15 ماه آوریل اون 10% رو که ما ندادیم ما در عرض سال، بله، اون رو تازه بدیم، یا اینکه نه اونقدر از ما از مثلا موز ما کم کنیم، بله، در ممکنه ما ریفاند بگیریم، یعنی برگشته بگیم، بله، برگشت. پس دولت آمریکا وقتی که یک کشوری رو اشغال میکنه هزینه رو از جیب مردم آمریکا، کارگران و دهقانان و دیگر زحمت کشان مردم آمریکا مالیات میدن. دولت آمریکا بزرگترین منبع درآمدش مالیات مردمه، بله. یعنی وقتی که شما میگید دولت آمریکا اینقدر درآمد سالانه داره، این درآمد سالانه 80%ش مالیات مردم آمریکاست. بله. بله. اون وقت اینو میبره در ایران خرج میکنه به خاطر اینکه اشغال هزینه داره. بله. خرج میکنه. البته سودایی هم داره. میره. بله. سودایی هم در جیب یه مش کمپانیا داره. بله، به جیبه اون کمپانیایی میره که به قول معروف اینجا اینا 1% هستن در مقابل 99% مردم ایران، مردم آمریکا. و این خب البته ایران رو گفتم، در مورد ایران هم صدق میکنه که در ایران هم آباها و آوازاده ها حالا شدن 1% ها در مقابل 99% های مردم ایران. بله. اگر زمان شاه مثلا 1000 فامیل بودن حالا دیگه 1% شدن این آباها و آوازاده ها. بله. بله. پول وسیع رو میگیرن در مقابل 99%. در آمریکا هم همینجوریه. حالا این خود 1% ها به قول نوم چامسکی مثل این که دارن میشن حتی 0.5% ها، اونقدر ثروت اتخاذ میکنن. شما اگر توجه کنید مثلا سربازان آمریکایی هیچ تفاوتی نمیکنه، اشغال هزینه میخواد، بله، هزینه داره، شدید خرج بزرگی داره. باید اینو مطرح بکنیم بین مردم که این هزینه رو کی میده؟ دولت آمریکا اون هزینه رو میده، ولی این دولت آمریکا اون پول از کی میگیره؟ از مردم بدبخت آمریکا شب و روز کار میکنن. تازه اخیراً هم که میگن که اگر تازه کار میکنیم، برای اینکه در آمریکا هم بی خانمانی خیلی خیلی رفته بالا، در عرض 2 سال آینده میگن 8 میلیون خانوار در آمریکا به تعداد بی خانمان ها اضافه خواهد شد، افزایش پیدا خواهد کرد. تازه اگر این بیچاره ها کار بکنن، تازه اینا هستن که اون هزینه اشغال عراق رو میدن. این در مورد کشور اسرائیل 100% صدق میکنه که وقتی که کشور اسرائیل میره کشور نوار خزر رو بمباران میکنه، کل اون نوار رو با خاک یکسان میکنه. بله. این دومین باره در عرض 10 سال گذشته، یک بار در واقع سال 2009 و آغاز سال 2010، دومی هم همین. حالا اینا میدن تمام پل ها و راه ها و راه آهن ها را بمباران میکنن. بله. بعدن خب اونها خزه بزرگیه. حالا اونها را خب قطر، عربستان سعودی و ترکیه میان که اون پل ها و اینا را درست بکنن. خب اینا همیشون کمپانی های بزرگ آمریکایی هستن، مثل بکتل و دیگر کمپانی های بزرگ. تازه من زریان بعد از زنگ رو میگم. بله. در خود زنگ این موشک ها را که پرتاب میکنن یا ضد موشک ها، اینا هر تک تکشون یک قیمت بسیار بسیار بزرگی داره. وقتی که اسرائیل میگه در عرض این هفته گذشته من 600 تا موشک استفاده کرده، موشک انداختم. بله. شما اگر خیلی بیشتر مجموع قیمت اینا رو ببرید ببین چقدره. بله. این موشک ها را کی میخره؟ دولت آمریکا میخره، میذاره در اختیار دولت اسرائیل. اون وقت پول اون رو که دولت آمریکا میگه من مقروزم، پولش از کی میگیره؟ از کارگران، از دیگر زحمتکش، از مردم آمریکا میگیره به عنوان مالیات، میذاره اونجا.
و این پیکسل ها و این همه پرسن ها میرن تمام اونها را تمام اون پول ها را میگیرن میریزن به سیبایشون و به گول نمکی چانسی اینا میشن چیز دیگه یک درصدی ها نیم درصدی ها بله. بله. یعنی اشغال خیلی مهمه دیگه یعنی واقعا زنده اقتصادی اشغال یعنی که بعضی از روشن فکران عرب که با من در تماس هستن در دانشگاه مختلف واشنگتن اینا بعضی وقتا به من میگن که یونس اینا این نتانیاهو بعضی وقتا کارهایی میکنه بدون اجازه آمریکا یعنی آمریکا دیگه نیست مثلا همش آمریکا نیست بله نتانیاهو ولی خب میبینیم چندین بار دیدیم که نه نتانیاهو و نه دیگران که در خاورمیانه هستن اینا وابستگیشون به آمریکا اونقدر زیاده که بدون آمریکا اینا حرکت مهمی در اون کشورها نمیتونن انجام بدن بله. حمله های نظامی نتانیاهو به کشور فلسطین اون بخشش نوار غزه بدون اجازه آمریکا امکان نداره بله. شما دیدید خانم هیلری کلینتون رفت اونجا بلافاصله دیدیم که هم دولت نوار غزه رو یعنی حماس و رهبری حماس رو آورد بله. با آقای مرسی محمد مرسی رئیس جمهور مصر و بعدن قطر و ترکیه آقای اردوغان و قطر امیر قطر و پادشاه عربستان سعودی اینا به اصطلاح اعلام آتش بس کرده هم سیزفایر بله. ولی عملا خانم کلینتون بود که این کارو کرد در نتیجه به نظر من این کمپانی های بزرگ فراملی هستن که به این اشغال یعنی شما تصور میکنید که این اشغال ها در یک شب از بین بره یعنی آمریکا بیاد از اون کشورهایی که اشغال کرده بیاد به داخل مملکت خودش بله. در آمریکا از یک سو بیکاری از بین میره عملا اون بیکاری عجیب غریبی که حالا آمریکا رو گرفته میاد پایین حالا اگر به صفرم نرسه به 4 به 5 درصد میاد بله حدود خیلی ناچیز اون کمپانی ها از بین میرن بهش هیچ انگرامی هم احتیاطی از اون کمپانی ها که اینقدر پول در میارن عملا دیگه اون مارکت هاشونو که به اسم کشورهای اشغال شده هستن آخه این کمپانی های فراملی فقط در بازارهای معمولی که مردم میرن غذا میخرن مردم میرن لباس میخرن اونجا پولشون رو در نمیارن بله. بخش اعظم پولشون در اون بازارهاییست که همون جنگ و اشغاله یعنی فلسطین برای اینا یک مارکت بسیار بسیار بزرگیه که امروز که ما داریم راجع به فلسطین صحبت میکنیم مسئله اشغال خیلی مهمه بله. و مسئله زمین دیگه جناب پاسدار بنام اشاره می‌فرمودین به این مسئله این که فقط این اشغال جنبه سیاسی و نظامی نداره حالا که این بحث اقتصادیش هم هست می‌خواستم بفرمایید جنبه‌های دیگه هم داره مثل نژاد پرستی و فرهنگی و غیره و اینا مسلماً از اونها هم استفاده می‌کنن ببینید واقعیت اینه که اونایی که به اصطلاح می‌خوان همیشه سود ببرن و از سود خودشون انباشت سرمایه بکنن از تمام ابزارهایی که امروز در جهان وجود داره چه ابزارهای جنگی چه ابزارهای غیر جنگی میتونن به عنوان ابزار استفاده بکنن میتونن از نژاد به عنوان ابزار استفاده بکنن یه واقعیتی هست که انسان ها متفاوتن انسان ها اروپایی هستن آمریکایی هستن آسیایی هستن آفریقایی آدم های متفاوتی هست حالا بعضی ها میگن اینا فقط از سه نژاد اومدن یا از دو نژاد اومدن حالا اخیراً میگن ما همیم و واقعا یک نژادیم یه نژاد انسان بله چون بین مثلا گربه ها ما نژاد نداریم که گربه گربه هست دیگه بله. تمام گربه های جهان به اون نژاد گربه تعلق داره
ما هم همینجوری دیگه انسان ها. ولی خب اینا میتونن از این استفاده بکنن و به این زنگ های نجات پرستانه به اصلا ادامه بدن و بعد گسترش بدن، تقویتشون بکنن. این در مورد مذاهب هم میبینیم جلو چشمون، اینا میان کشورهای مختلف جهان رو تقسیم میکنن بین شیعه و سنی ها، تقسیم میکنن بین مسیحی ها و مسلمان ها، بین مسیحی ها و یهودی ها، بین بودایی ها و هندی ها، بین هندی ها و هندو ها و مسلمان ها، و جنگ های عجیب غریبی را میاندازن که سود ببرن از این جنگ ها. و یعنی خیلی مهمه که به این توجه بکنیم که اشغال خودش یک بازار بزرگیست به وسعت این جهان. دقیقاً دقیقاً. و این جریان ای که مثلا مسلمان ها تقسیم میکنن به شیعه و سنی ها در کشوری مثل عراق که ما نداشتیم این جنگ بین مسلمانی که شیعه است، مسلمانی که سنی است، ما نداشتیم. بله بله. مردم بدبخت بودن، بی خانمان بودن، ولی جنگ بین شیعه و سنی ها ما هر روز مثلا 50 سال قبل مردم میدیدن که مثلا شیعه ها سنی ها رو کشتن، یا یه مسجد شیعه توی بغداد رفت هوا، بعدا روز بعدش یه مسجد سنی رفت هوا، کاملا بمباران شد. ما نداشتیم اینا رو. اینا چیزایی هستند که این کمپانی های فراملی توسط اون دولت های فرمانبر خودشون، دولت هایی که کاملا دیگه اون فرمانبر شدن که در گذشتم بودن، حالا دیگه کاملا فرمانبر این کمپانی های فراملی هستند، زیر دست هستند، از این ابزارها استفاده میکنن دیگه. بله جناب پرسه بنابرای من باز من اینکه پرسشام همین این بود، من تا شما بهش اشاره کردیم میخواستم خود بیشتر توضیح داده بشه، اینه که واقعا این چی شده ما نداشتیم همچین چیزهایی رو خودمون، حداقل دیگه میتونیم به ایمان بخشی از اینکه شاهد دوران و روابط بودیم و رفتارها بودیم، اصلا نمیدیدیم که توی مملکت هایی مثل سوریه و این عراق و غیره که مردم شیعه و سنی سده هاست با هم زندگی، حالا دیگه کار به جای کشیده در افغانستان، در پاکستان، شما هر گوشه میبینید این مسئله شیعه و سنی حتی در بین داخل کشور خود ما هم داره به شدت رشد میکنه. کیمیاس بله بله. این چه، این چی شده، چرا این چگونه سیاستی است که داره اعمال میشه و تزریق میشه تو جوامع بله اسلامی؟ این آره این خیلی خوبه که مثلا مخصوصا جوانان ایرانی که بالاخره با ما تماس میگیرن یا به صحبت های ما گوش میدن بدونن که این جریان که اینقدر دامن زده شده سراسر جهان بین مذاهب مختلف، این از نظر تاریخی از بدنه این مذاهب بیرون نیامده. مردم مسلمان ایران یا مردم مسلمان عراق اینها صد سال قبل به جون هم نمی‌افتادن به این صورت. بله تفاوت‌ها رو داشتن، ولی تاریخ نشون میده که اینها سال‌ها سال در کنار هم با صلح و صفا زندگی کردن. بله بیکاری بوده، بله بیعدالتی بوده، عدم برای همه بوده، برای همه بوده، ولی دیگه این که بره شیعه سنی بکشه، سنی شیعه بکشه، یا مسیحی بیاد دامن بزنه در نایجریا مسلمان ها رو بکشه، در همون کشور نایجریا مسلمان ها مسیحی ها رو بکشه، ما نداشتیم. اینا 100 سال، 200 سال، 300 سال در بعضی از کشورها، 1000 سال در بعضی کشورهای دیگه مثل ایران، اینا در کنار هم زندگی کردن و امروز به این دامن زده میشه. معلومه که از بدنه، از درون این مذاهب نیومده بیرون، اینا میگن از اونها اومده بیرون، ولی واقعیت اینه که اینها را به طور کلی این عصر جدید جهانی شدن سرمایه، البته سرمایه از اون زمان اولش 500 سال قبل وقتی که رشد کرد، همون سرمایه داری، منطقش حرکت جهانی کردن اون حرکت سرمایه بوده. این حرکت جهانی سرمایه است که این گلوبالیزاسیونه، جهانیگراییه که این شرایط رو به وجود میاره و هر جا که میره ببینید مثلا همین شما مقایسه بکنید
حماس رو با الفت. بله. اینا هر دو مال مردم فلسطینی، حماس هم فلسطینیه، الفت هم فلسطینیه. بله. ولی شما برید به ریشه های تاریخی، پیشینه تاریخی کارنامه الفت نگاه کنید، الفت از درون زنبش های رهایی بخش کشورهای سقاره اومده بیرون، از اون از شکن اون زنبش، اون نهضت ها اومده بیرون، علی رغم تمام کمبوتاش، علی رغم تمام محدودیتاش، علی رغم تمام اون اشتباهات و عجیب غریبی که کردن و حتی زریان فساد. بله. الفت از درون جنبش های راه بخش ملی اومده بیرون، درست مثل ایران جبهه ملی. فکر کنید مثلا الفت مثل جبهه ملی، جبهه ملی از درون مبارزات مردم ایران اومده بیرون.